هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت هیکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه برابر با 23 ماه ژانویه در خدمت شما. این سیر رو پیرامون انقلاب ها آغاز کردیم، دو نوبت به این مسائل پرداختیم و امروز هم جلسه سوم یا برنامه سوم در خصوص بحث انقلاب هاست. متاسفانه دیشب مطلع شدیم آقای محمد قبادلو هم توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شد و واقعا ماندن این رژیم هر روز سبب نابودی این کشوره و اگر عزمی وجود نداشته باشه برای براندازی این رژیم، هر روز شاهد چنین فجایعی خواهیم. اساساً مهمترین بحث در مورد انقلاب‌ها این است که انسان‌ها با فکر، با مال و با عمل خودشون کمک بکنند برای انقلاب. زمانی که بحث‌هایی را افتاد تحت عنوان پروژه وکالت، همان روزهایی که نشستی برگزار شد و عده‌ای هم دور هم جمع شدند و ناگهان مسئله مثل وکالت مطرح شد، یکی از اولین کسانی که در فضای مجازی شروع به نقد این مسئله کرد بنده بودم، تحت این عنوان که وکالت در مورد انقلاب موضوعیت نداره و در انقلاب ما باید به دنبال شراکت باشیم نه وکالت. و شراکت به این معناست که انسان‌ها در مورد یک پدیده‌ای سعی میکنن آورده های خودشون رو بر روی میز بگذارن و هر کس بنابر آورده خودش سهمی در اون مؤسسه داره. فرض کنید قرار از شرکتی ایجاد بشه، یک نفر در فن مدیریت خبره است، یک نفر مالی داره، یک نفر از کار یدی میتونه به این شرکت یا مؤسسه کمک بکنه. و طبیعیه که هر کسی بنابر آن آورده خودش میتونه سهمی در ایجاد مؤسسه داشته باشه. ولی متاسفانه کوگوش شنوا در همان فضا عده‌ای دامن زدن به بحث وکالت و افتراق و انشقاقی که در اپوزیسیون ایجاد شد. برحال اینها درسایی است که اگر نگیریم کماکان با همان پدیده‌های روبرو هستیم که کارشناسان وطنی سعی می‌کنند هر بار ارزش‌های انقلابی مردم رو به محاق ببرن و در نهایت آن کسی که سود و فایده می‌بره رژیم جمهوری اسلامی است. مثالی از این است که در انقلاب‌ها ما به ویژگی‌ها و پدیده‌هایی خواهیم پرداخت که نظریه پردازان و صاحبان تئوری سعی می‌کنند با مطالعه جوامعی که در اونها انقلاب رخ داده وضعیت رو برای ما روشن بکنن، یعنی نشان بدن از دل چه موقعیتی چه نتیجه‌ای حاصل میشه. و این برای امروز ما بسیار مهمه که درک کنیم پدیده ها چگونه هستند و چرای برون رفت از اون هم باید از چه ابزاری بهره ببریم. خب ما پیشتر بحث کردیم در مورد افلاطون و ارسطو، امروز به بحثی در مورد ابن خلدون خواهم پرداخت و اگر فرصت بشه به ماکیاولی میپردازیم. اهمیت این دو به این معنا نیست که اینها نظریه پردازان انقلابند. نه، انقلاب از نظر بحث‌های آکادمیک و علمی یا مطالعه انقلاب‌ها از زمان مارکس آغاز میشه. اما قبل از او هم کسانی بودند که وضعیت جوامع رو بررسی میکردند. دوران قدرت گرفتن و افول یک حکومت رو، یک هیئت حاکمه رو، یک سلسله رو. به همین دلیل علائمی که اونها برای ما تبیین کردن، تشریح کردن، بسیار اهمیت داره که ما ببینیم چگونه حکومت ها میتونن قدرت بگیرن و عوامل افول و
انحطاط اونها چیست. یکی از این شخصیت‌ها ابن خلدونه که بسیار اهمیت داره برای ما، وضعیت او و همینطور مکیاولی. با اینکه خب از دوران اونها خیلی گذشته، خب یکی در قرن 14، یکی قرن 15 و 16، اما ویژگی‌های جوامعی که اونها نگاه کردن با جامعه ما شاید نزدیکه. ویژگی‌های حاکمانی که اونها نگاه کردن زیست اونها رو، امر سیاسی اونها رو، با حاکمان ما نزدیکه. هرچند در آینده به تئوری‌های جدید خواهیم پرداخت، اما بعد ندیدم نگاهی بندازم به این دو شخصیت. هرچند آرای اونها کمی پراکنده است، علل خصوص ابن خلدون، و آراش به نوعی دستبندی نیست، روشن نیست، اما سعی کردم از دل اندیشه های اون مواردی رو بیرون بکشم که بتونه به ما کمک بکنه. به دلیل اینکه ابن خلدون در جای زندگی میکنه، یعنی شمال افریقا و منطقه اندلس یعنی جنوب اسپانیا، که خب سلسله های اسلامی وجود دارن، و اون نگاه میکنه که اینها چگونه قدرت گرفتن، چگونه به انحطاط رفتن، و علل و عواملی رو در واقع سعی میکنه ارائه کنه. در اندیشه ابن خلدون آن چیزی که اهمیت داره واژه‌ای است به اسم عصبیت، که من عرض خواهم کرد ویژگی هاش چیست. از نظر ابن خلدون عصبیت باعث قوام یک دولت، یک حکومت، یک جامعه هست. این چیزی که ما شاید امروزه به اون انسجام اجتماعی بگیم، اما آنچه که مطمئن نظر ابن خلدون بوده، یک ویژگی هایی است که سبب پیوند میان حاکمان میشه و این همگنی با یک همسوگندی و به نوعی همهدفی هم است. عصبیت از عصبه هست، به معنای خیشاوندان پدری، و از خود ابن خلدون وقتی میخواد این واژه رو تبیین کنه از داستان یوسف کمک میگیره در قرآن. خب میدانید یعقوب صاحب زنان متعددی بود، و گاهی این برادران از یک مادر نبودن. وقتی اون داستان قرآنی که یوسف رو برخی از برادران به خاطر حالا حسادت یا هر چیز دیگری به چاه میاندازند و داستانهای دیگر، و بعد میروند و میگویند که این برادر ما رو یک گرگی درید، به این مسئله اشاره میکنن که او از خیشاوندان پدری ما بود و کاری که ما کردیم کار نادرستی بود و به خودمون و یعنی به عصبه خودمون ضربه زدیم. حالا چرا ابن خلدون از این استفاده میکنه؟ میخواد نشان بده که اولین ویژگی عصبیت که در اون زمان سبب قوام دولت ها میشد اشتراک نسبی است. یعنی وقتی شما به سلسله های اسلامی نگاه بکنید، از امویان، عباسیان و علل خصوص زمانی که در شمال افریقا دوباره امویان قدرت میگیرند و سلسله های دیگر، آن چیزی که سبب میشه اینا قدرت بگیرن همان پیوند قبایلی است، یعنی یک ریشه قبایلی که اینها با هم دارن و از دل اون خودشون رو متفق میبینن، بر روی یک عصبه سوار شده میبینن. اما فقط همین مسئله نیست، بلکه اینها منافع مشترک. یعنی ابن خلدون اشاره میکنه که جدا از این اشتراک نسبی، اینها منافع مشترک هم دارن، یعنی بزرگی این قبیله برای همه است و ضربه زدن هر کدام از این گروه ها سبب میشه که اون عصبیت دچار شکاف بشه. یک همسویی دارن با هم دیگه، در کنار این هم عقیده و هم فکرن. این در اسلام میبینید گاهی با اسلام آوردن یک بزرگی قبیلهی بقیه قبیله هم به دامن اسلام افتادن، یا با مرتد شدن رئیس قبیله بسیاری از اسلام دست کشیدن. یعنی به نوعی این، حالا بگیم ایدئولوژی، فرض بگیم به معنای امروزیش، فراگیر جامعه و این سبب میشه که اون قبیله یا اون افرادی که هستن
کاملا از نظر فکری دوچار هم فکری باشن، هم عقیدگی باشن، کسی ساز مخالف نزنه و یک نگاه متحدانه فکری رو هم در کنار خودشون داشته باشن. ابن خلدون اشاره میکنه که جدا از این، غرور هم اضافه میشه به این مسئله، یعنی بزرگی، هم فکر بودن، هم حس بودن، منافع مشترک داشتن، در مجموع سبب میشه که اینها دارای غرور ملی هم باشن، خودشون همیشه برتر بدونن و اون رو دائما ترویج بکنن. شما دقیقا در میان سلسله های اسلامی رو میبینید بیوت یا خانواده یا خاندانی که اساسا خودشون رو برتر از دیگران میدونن، یعنی حتی این تعابیر در نهج البلاغه هم هست، یعنی جایی که علی صحبت از این میکنه که ما در خانه‌ای بودیم که وحی نازل شد، یعنی پیامبر اسلام از ماست و بقیه بیوت قریش اون ویژگی رو ندارن که ما بنی هاشم داریم. و این نزاع‌ها بسیار اهمیت داره، کما اینکه بقیه بیوت قریش هم همین بودن، یعنی عده‌شون معتقد بودن که نخیر سخاوتمندان از ما هستن، گروهی معتقد بودن که پرچمداران از ما هستن. حالا محل مناقشه نیست این بحثا، فقط خواستم عرض کنم ریشه هاش رو شما در درون اسلام میبینید، در نظام قبایلی میبینید، مثلا صفت بخشندگی به قبیله تی از حاتم تایی مثلا میرسید، نوادگان او فرزندان او هم به او افتخار میکرد. این غروری که ما صحبتشو میکنیم از همین هاست، یعنی ویژگی خاصی که در درون یک عصبه وجود داره و اونها سعی میکنن اینها رو به عنوان شاخصه قبیله خودشون هم بپردازن یا بهش اهمیت بدن، یعنی دور شدن از اون صفاتی که ما رو به هم پیوند میداد. های دیدید ما وقتی مثلا تاریخ ایران میکنیم صحبت از همون ویژگی های خاص این جوامع هست، اینا در میان قبایل هم هست با اینکه حالا کشور نیستن، اما هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن که بهش افتخار میکنن. در کنار این، ابن خلدون معتقده که اینها برای یه هدف خاصی هم با هم مشارکت میکنن، یعنی صرفا این نیست که خب ما این ویژگی ها رو داریم، این ویژگی ها رو داریم برای اینکه به هدفی برسیم، این کاری رو انجام بدیم و اینها در اون راستا برای ما به کار میاد. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره از نظر ابن خلدون اینه که برآمدن سلسله ها به دلیل این است که این عصبیت در کنار هم شکل میگیره و هم دیگه کمک میکنه و یک قبیله ای تبدیل میشه به یک سلسله حکومتی یا دولتی. اما از آن طرف هم موانعی هم میتونه وجود داشته باشه که این سلسله ها رو از بین ببره. ابن خلدون برای تبیین عصبیت، چون من اشاره کردم به معنای پیشاوندی پدری است، صرفا به این مسئله اتکا نمیکنه، چون میدونه که یک قبیله نمیتونه یک جامعه بزرگ رو اداره بکنه. مگه خب بنی هاشم چند نفرن؟ مگه عباسیان چقدرن که بتونن یک خلافت بزرگ رو نگه دارن؟ و یا صرفا با خیشاوندان پدریمون که شاید هزار نفرم نشیم میتونیم کشور رو نگه داریم؟ یا با اون ویژگی هایی که در قبیله ما بوده، مثلا بخشندگی، مبارزه، هنر، هر چیزی، میتونیم همه جنبه های زیست انسانی رو در یک امپراتوری یا در یک کشور جاری و ساری بکنیم؟ یا این همفکری ما، ایدئولوژی ما، عقیده ما اونقدر فراگیر هست که بتونیم این رو بر بقیه تحمیل بکنیم؟ ابن خلدون آدمه ساده ای نیست، میدونه که چون این چیزی نیست، برای همین سعی میکنه عصبیت رو کمی گسترشش بده، یعنی فقط نگه که ما خیشاوندان با هم عصبه هستیم، بلکه میگه گاهی برای قدرت گرفتن دولت ها اونها به همپیمانان هم نیاز دارن و از دو واژه ولا و حلف استفاده میکنه، یعنی جایی که همپیمانی و همسوگندی سبب میشه که شما در کنار قبیله خودتون قبایل دیگر رو هم به کار بگیرید، چیزی که شاید در برآمدن صفویه خیلی بنقش داشت، یعنی طوایف مختلف قزلباش از ایلهای مختلف
از افشار گرفته، از زند گرفته، از قاجار گرفته، تا رسید به صفویان که اونها این قبایل مختلف قزلباش در برآمدن اونها کمک کردن. تو فقط خود صفویه مگه چند نفر بودن که بخوان کارها رو انجام بدن؟ نیاز به کمک قبایل دیگر بود. اثرات اندیشه ابن خلدون رو ما بعدها دیدیم. یعنی جایی که او میگه برای قدرت گرفتن گاهی این عصبه رو فقط نمیتونید به خانواده نسبت بدید، باید برید سراغ هم پیمانان دیگه. شاید همین نگاه ابن خلدون در برآمدن پیامبر اسلام هم اهمیت داره. یعنی گروه های مختلفی که تحت عنوان انصار متحد شدن، یعنی اوس و خزرج، بعد به واسطه آمدن مهاجران یعنی قبایل مختلف و بیوت مختلف قریش در مدینه، و در کنارش اتحاد با دیگر قبایل. در حالی که محمد از بنی هاشمه، ربطی به انصار و مهاجر نداره، اما او ایدئولوژی رو میاره، همپیمانی رو میاره، دستور المدینه رو امضا میکنه. یک نفر از بنی هاشم سعی میکنه بین بیوت دیگر قریش اتحاد برقرار کنه، اونایی که هم پیمان او هستن، هم کیش او هستن. بعد به عنوان مهاجران وارد مدینه میشه، از انصار یار میگیره و بعد دیدید تبدیل میشه به یک قدرت. اینا همه دستوراتی است که بعدا وقتی ابن خلدون نگاه میکنه میبینه که چگونه امپراتوری ها شکل گرفتن، چگونه قدرت گرفتن. حتی ما گاهی اینها رو در سلسله های ایران باستان هم میبینیم، توایف مختلفی که در برآمدن داریوش بهش کمک میکنن، با اینکه از یک شاخه نیستن اما هم پیمانن. بنابراین عصبیت رو ابن خلدون به هم پیمانان هم تسری میده، میگه فقط این نیست که ما برادر و پسر عمو و اینها باشیم از یه پدر، که کسانی هم که با ما هم پیمان شدن، هم سوگند شدن، میتونن به عنوان عصبه با ما کار بکنن. خب این هم پیوندی و هم کیشی که عرض کردیم در دیدگاه ابن خلدون به اونجا میرسه که هر چقدر این عصبیت گسترده تر باشه، قوام و دوام دولت بیشتره. هر چقدر این عصبیت متشتت باشه، متفرق باشه، چند پاره باشه، اون منافع مشترک کم باشه در اون، اون همکیشی کمتر بشه، یعنی علایق و سلایق مختلف بشه، اون همپیمانی ها به نوعی سبک باشه، قابل فسخ باشه، در نتیجه شما میبینید که دوام و زوال امپراتوری، دوام امپراتوری ها کاهش پیدا میکنه و زوالشون افزایش پیدا میکنه. رو چرا اینها رو میگه؟ در واقع هدفش اینه که به ما نشان بده یک دستی حکومت با مردم و قبایل دیگر سبب اتحاد جامعه و انسجام و همگنی جامعه است. هر چقدر در هیئت حاکمه تشتت وجود داشته باشه، اختلاف وجود داشته باشه، این باعث میشه که اون حکومت ضعیف بشه و در نتیجه جا به جا بشه با یک حکومت دیگر. حالا بحث انقلاب ها رو نمی کنه، فقط اینجا ما میتونیم کمک بگیریم که چه شرایطی حکومت ها رو ضعیف میکنه. ما نگاه ابن خلدون بر کجاست که این حرفا رو میزنه؟ او نگاه میکنه که روزی مسلمانان تونستن بیان شمال افریقا رو بگیرن، جنوب اسپانیا رو بگیرن، تا حتی جنوب فرانسه برن، اما بعدها بعد از چند سده حکومت آرام آرام دیگه دارن اون سرزمین های خودشون رو از دست میدن. یعنی از آن عصبیتی که سبب شد اونها دست به فتوحات بزنن و قدرت بگیرن، حالا دارن تبدیل میشن به یک امپراتوری یا یک حکومت های ضعیف. اما عللش چیست؟ نکته بسیار مهم است. اولین علتی که ابن خلدون در نگاه به جوامع مناطق اندلس نگاه میکنه اینه که اینا دائما در حال جنگن. یعنی جنگ مدام، نظامیگری مدام سبب هزینه های بسیار زیاد شده و دائما سبب شده که ما نیروهای انسانیمون رو از دست بدیم، سرمایه های تولیدیمون رو از دست بدیم و دائما در یک عدم امنیت باشیم. هرچه حکومت ها بیشتر می جنگن بیشتر ضعیف میشن و فرصتی برای کارهای دیگر باقی نمی.
دومین ویژگی که ابن خلدون نام میبره مهاجرته، یعنی مهاجرت سبب ناهمگنی میشه در درون جوامع. یعنی شما نگاه بکنید، کسانی برای جهاد میان از مناطق مختلف، وقتی اینا وارد جامعه جدیدی میشن، بر اون جامعه با اون نوع ارزش ها با اون ویژگی ها منطبق نیستن، بنابراین نوعی ناهمگنی در درون جامعه ایجاد میشه. شاید این بحران مهاجرت رو ما بعدها هم در ایران دیدیم، یعنی جایی که روستاییان به دلیل اون ثروتی که در مراکز و شهرهای بزرگ بود، زمین و دامهای خودشون رو رها کردن، آمدن به تهران یا مناطق دیگر و ناگهان جمعیت تهران افزایش پیدا کرد. مشکل در جایی که اونا فرهنگ خودشون رو با خودشون میارن، به سادگی هم فرهنگ شهرنشینی رو نمیپذیرن. بعد ناگهان شما میبینید که یک ناهمگنی در سطح شهر رخ میده، مثلا بالا شهر پایین شهر، ثروتمندان فقرا، گروه های مختلف اجتماعی با هم همگن نیستن، در حالی که در روستا همه همگنن، شبیه همن، سبک لباسشون، نامهاشون، اسامیشون، جشنهاشون خیلی شبیه همه. و این یک التهاب ایجاد میکنه که ما بعدا در نظریه های تئوریسین های بعدی خواهیم دید که تا چه اندازه این مسئله مهاجرت میتونه مشکلات بزرگ ایجاد. نکته دیگری که اون میگه ناهمگنی در واقع یا همون توزیع نامناسب شهرنشینی است، یعنی قبایلی که هر کدوم در یه بخشای ساکن میشن، مناطق خودشون رو آباد میکنن به خاطر ثروت، بقیه مناطق دچار ضعفن، یا برخی از مناطق اقتصادشون بهتره، ما اینو داریم، در گذشتم داشتیم، شهرهایی که ثروت داشتن و شهرهایی که فقیر بودن، مناطقی که خب مناسب دامداری نبود، مناسب کشاورزی نبود، مناسب تجارت نبود، خب طبیعی که اونا تو فقر زندگی میکنن. با آمدن این گروه های مختلف، ابن خلدون میگه که یک توزیع نابرابر جمعیتی رخ داده، یعنی یه بخشای ثروتمندترن، یه بخشای فقیرترن، و بخشای فقیر به دنبال این هستن که اون منابع بخشای ثروتمند رو تصاحب بکنن. از اون طرف هم اونهایی که ثروتمندن از ترس اینها مجبور هستن برن متحد بشن با بیگانگان یا گروه های دیگه. مقصود اینه که وقتی این عدم تناسب بین مراکز شهرنشینی رخ میده، به اون ناهمگنی بیشتر دامن میزنه. ما چون این پدیده رو در قبل از سال 57 هم داشتیم، امروز هم داریم، یعنی توزیع نامناسب جمعیتی، مناطقی که خیلی ثروتمندن، مناطقی خیلی فقیرن، یا به نوعی جمعیت‌هایی که خب سطح تحصیلاتشون خیلی بالاست، سطح تحصیلاتشون پایینه، و امروز شبیه به همون شهرهای کوچیک شده. یعنی یک سیستان و بلوچستانی، یک کردستانی، یک آدمی که در مناطقی که به هر حال محرومیتش بیشتره نگاه می‌کنه به مراکز تفریحی، شهرهای بزرگ، خب میگه ظاهرا من مثل اینکه مرد این سرزمین نیستم، شهروند این جامعه نیستن. در گذشت اینها در محدوده شهرها رخ میداد و این میتونست از اسباب اضمحلال، حالا برخیشو ابن خلدون نمیگه، ولی از دل اندیشه ها و آثار او ما میتونیم پیدا بکنیم که چرا اندلس و اون مناطقی که تحت اختیار مسلمانان بوده سقوط کرد. اما مقصودم اینه که یکایک اینها با اون ویژگی های عصبیتی که ابن خلدون داره میگه در تضاد قرار میگه. دیگر موضوع تغییر هدفه، یعنی جایی که ابن خلدون صحبت از این میکنه که جنگ هایی که اساسا مسلمان ها میرفتن جنگ های مقدس بود، اینا در درجه اول برای خدا میرفتن و در درجه دوم به دنبال کسب غنایم بودن، اما ناگهان عوض شد همه چیز، یعنی دیگه برای خدا جنگیدن شد دوم، کسب غنایم اولویت اول شد. به همین دلیل دیگه اون ویژگی ها سبب شده بود که اینها به دنبال سود بیشتر باشن، نه به دنبال اون ایدئولوژی یا اون دینی که سبب پیوند اونها شده بود. ویژگی دیگری که باز ابن خلدون نام میبره، اختلاطی بود که میان اون عصبه با گروه های ناهمگن شکل گرفت، مثلا ازدواج عمرا با زنان مسیحی، با زنانی که در اسپانیا بودن، با جاهای دیگه بودن.
خب مشکلش در چیست؟ مشکل در جایی است که فرزندانی که اینها به دنیا می آوردن با فرهنگ مسیحی بزرگ می شدن، با فرهنگ غیر اون عصبیت بزرگ می شدن، یعنی همون چیزی که ما بعداً می بینیم، شکاف نسلی که ما الان امروزه اونو به کار می بریم. یعنی کسانی که یک پدری دارن از درون یک قبیله خاصی با یک نگاه خاص، اما فرزندانی رو داره از یک مادر مثلا اسپانیایی یا مسیحی که اصلا ویژگیاش فرق میکنه، اون نوع نگاه قبایلی رو نداره دیگه، شهرنشین شده دیگه، اون نگاه جنگ رو نداره، اصلا هنرش فرق میکنه. شما این رو در فرزند معاویه میتونید ببینید، یعنی یزید. اون نقل هایی که در مورد او هست مبنی بر اون طبع شاعری او، عدم تمایل او به مسائل اسلامی، حالا اون دیدگاهی که مسلمان ها میگن، شرابخواری او، نمیدونم نوع هنرهایی که او دوست داشته، مجالس شادی و رقص و آواز و این چیزها به فرهنگ اسلامی نمیخوره، به دلیل اینکه اون مادرش اساسا از کلبیه هست و خب نگاه مسیحی دارن اکثر اونها، حتی مشاورانی مثل سرجون و اینها داشته که مسیحی بوده. تربیت او تربیت پدری نیست، تربیت مادری است. ابن خلدون داره صده ها بعد اینها رو ارزیابی میکنه، البته نه با نگاه به زندگی معاویه و یزید، با همون مناطق اندلس، یعنی همون جا هم دوباره داره همین وضعیت رخ میده. روی ما هم داریم همچین وضعیتی رو، یعنی پدری سخت گوش، منضبط، حالا به نوعی خشن دارید مثل رضا شاه، اما پسری دارید که ویژگی های شخصیتیش با او منطبق نیست، تربیت متفاوته، تحصیلات متفاوته، نوع نگاه ها متفاوته. اون زمان اینها خیلی به چشم می آمد، یعنی برای دوام عصبیت ابن خلدون میگه شما باید اون ویژگی ها رو حفظ بکنید، اگر حفظ نکنید دچار مشکل میشی. و ابن خلدون میگه نه تنها فرزندانی نام عوض شدن، شهرها هم عوض شد، یعنی آرام آرام دیگه اون سخت گوشی و به نوعی اون انضباط و نظامیگری جای خودش رو به شادی داد، به سرگرمی های مختلف در شهرهای اندلس داد. دیگه جهادگران اسلامی تمایلی به رفتن به جنگ نداشتن، دوست داشتن بشینن در یک منطقه به حال شادی بکنن دیگه، لذت ببرن از اون زندگیشون. یعنی اون حالت دیگه سخت گوشی تبدیل شد به یک حالت رفاه، تجمل، که یکی از مواردی که بسیار مهمه در آرای ابن خلدون که سبب میشه دولت‌ها رو به اضمحلال برن، رو به افول برن، همین تجمله، همین زرپرستیه، همین سودپرستیه. در کنار این، در آن اندلس مشکلات اقتصادی هم رخ داد، یعنی بعد از این که پرتغالی ها و اسپانیایی ها بعدا البته دارای نیرو دریایی قوی شدن، خب منطقه دریا و جاهای دیگر رو تحت اختیار خودشون گرفتن، بعد دیگه اون کار اقتصادی صورت نمی گرفت و در نتیجه آرام آرام اقتصاد اونها هم ضعیف شد، یعنی شرایط بیرونی که سبب میشه دولت ها رو به ضعف برن و نتونن اون کار خاص خودشون رو انجام بدن. یک ویژگی دیگر که البته ابن خلدون در جای دیگه بهش اشاره میکنه، ایستایی علم و دانشه. میگه اینها وقتی با خودشون اومدن، خب اهمیت رو جهاد بود و چه بسا علوم فلسفی، علوم عقلی براشون محلی از اعراب نداره، کما که دیدیم در مقدمه تاریخ خودش هم ابن خلدون اشاره میکنه اینا، یعنی مسلمانان، وقتی رفتن در سرزمین هایی مثل ایران و روم و جاهای دیگه، هرچی کتابخانه دیدن نابود کردن. فکر کنم در برنامه بازشناسی باورها بود که من این مسئله رو خواندم، که کتاب های عقلی توسط اینها نابود شد، چون معتقد بودن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیه دیگه، ما نیاز به کتاب فلسفی نداریم، نیاز به کتاب هایی در حوزه های علمی نداریم، همه رو نابود کنیم. خب این سبب جمود میشه، سبب ایستایی جامعه میشه، در حالی جوامع دیگه دارن پیشرفت میکنن، از علوم تجربی استفاده میکنن، کشتی میسازن، قدرتمند میشن، سلاح میسازن،
در حوزه پزشکی، کما که یکی از مواردی که در اندلس مشکلاتی پیش آمد بیماری طاعون بود، بیماری وبا بود، خشکسالی بود که بسیاری از افراد رو کشت. بنابراین جمود فکری و علمی سبب شد که در درون اون جامعه دیگه شما رشد علمی نبینید. این امروز هم موضوعیت داره ها، یعنی کشورهایی که به علم اهمیت ندن، مراکز علمی رو یا ببندن یا فاقد محتوا بکنن، به دانشمندان و اندیشمندان ارزش ندن، خب طبیعیه، یا اونا میرن به کشورهای دیگه از قبل همون اندیشه هاشون کشورهای دیگه صاحب ثروت میشن، ولی ما نداریم. همون محصولاتی که اونها تحت عنوان دارو یا تکنولوژی دارن تولید میکنن ما مجبوریم بریم بخریم با قیمتهای بالاتر. و ابن خلدون میگه این جمود سبب شده که در درون اون جامعه دیگه علم تولید نشه، دیگه رونق علمی وجود نداشته باشه و در نتیجه عقب بره. یه پیشگی دیگری که باز ابن خلدون به نوعی تلویحا اشاره میکنه، مبارزه با هم دینانی که البته خب مذهبشون فرق میکنه، یعنی تشیع به عنوان خطر، یعنی به جای اینکه سعی کنن پیوندهای مناسبی برقرار کنن شروع کردن دامن زدن به اینکه خب شیعیان رافضی هستن با اونها باید جنگید، و از همه بدتر اینکه برای این کار از مسیحیان هم کمک گرفتن، یعنی آنقدر به این آتش دامن زدن که در نتیجه جنگ های فرقه‌ای و گروهی شدیدی در اون جامعه راه افتاد. خب هدفش از گفتن این حرفا چیست؟ هدفش اینه که به ما نشان بده اون چیزی که سبب قدرت حکومت ها میشه الزاماً پایدار نیست، و وقتی شما قدرت رو به دست میگیرید ممکنه با شرایطی روبرو بشید که اگر نتونید کنترلش بکنید دولت در ضعف قرار میگیره، و وقتی دولت در ضعف قرار گرفت به راحتی توسط عصبیت‌های جدید که باز تولید میشن از بین میرن. خب ربطش به انقلاب ما چیست؟ ربطش به اینه که شکلگیری عصبیت که ما گفتیم در گذشته تحت عنوان خویشاوندی بود، اما ابن خلدون سعی میکنه اون رو تعمیم بده به مسئله همکیشی، همفکری که ما امروز میتونیم از اون به عنوان ایدئولوژی یا گفتمان نام ببریم، میتونه پیرامون گروه های مختلف شکل بگیره. همونطور که از تجمیع برخی از این قبایل قدرتی ایجاد میشه که میتونه یک رژیم یا یک حکومت در حال ضعف رو برداره، انقلابیون هم میتونن، یعنی مردم هم میتونن با پیمان های مختلف یه عصبیتی ایجاد میکنن، یک همگنی، یک هم پیوندی، یک هم هدفی که بشه از قبل اون رژیم ها رو انداخت. اگر نتونن اون ویژگی هایی رو که در درون اونها از حفظ بکنن دوباره دوچار افول خواهند شد، یعنی دائما باید به دنبال این باشن که اون پیوند ها محکم نگه داشته بشه، هر چه میشه این عصبیت گسترش پیدا بکنه، فقط منعطف به این نباشه که من و خانواده‌ام هستیم، نه، باید گروه های دیگر قدرت رو هم شما به بازی بگیرید تا اون عصبیت گسترده تر، عمیق تر و بتونه اون کار خودش رو انجام بده. دو، از اون ویژگی های اساسیتون دور نشید و سعی بکنید که اون ویژگی های اساسی رو هم که دارید در درون اون عصبیت خودتون حفظ بکنید، چون باز پیوندشون هست. در کنار این شرایط بیرونی رو هم بتونید در درون خودتون بپذیرید، حزمش کنید. مسائل علمی یا اون نگاه بروز برای همین مسئله است که شما سعی کنید دائما اون مراکز ثروت یا اون چیزی که میتونه سبب برتری بشه رو بشناسید. بنابراین آرای ابن خلدون بیشتر در مورد ضعف حکومت هاست که اینا چگونه شکل میگیرن. بعد از ابن خلدون یکی دیگر از اندیشمندانی که باز هم به حکومت های بد نظر داره نیکولو ماکیاولیست. یعنی او هم سعی میکنه به ما نشان بده که چگونه حکومت هایی هستن که بد عمل میکنن و دلیلش چیست. ماکیاولی سعی میکنه ابتدا در مورد حتی اشخاص هم صحبت، او دو واژه داره
بسیار اهمیت دارند برای شناخت اندیشه ماکیاولی. یکی کلمه است به نام ویرتو که ما وقتی ترجمهش میکنیم میگیم فضیلت، و دیگری فورتونا به معنای حالا ترجمه شده بخت و اقبال. کمی در مورد این دو تا توضیح بدم، بعد برگردم به سراغ مسئله اندیشه های او در مورد حکومت بعد و چگونه حکومتی رو به سمت حالا انحطاط یا بد شدن حرکت. ویرتو از ویر یعنی به معنای، از مصدر ویر به معنای مرد هست، و ویرتوس در زبان لاتینی به معنای جنگاوری، فضیلت، استعداد، لیاقت، توانایی، مردانگی، یعنی در واقع چیزهایی که سجایایی بوده برای یک انسان. هرچند رومیان برای یک چنین واژه‌ای سعی می‌کردند برخی اوصاف بدونن، مثل خرد، اعتدال، دادگری، وفای به پیمان، اینا جزء اون ویرتو بود یا فضیلت بود. میکیاولی میخواد بگه انسان‌هایی که دارای ویرتو هستن، دارای فضیلت هستن، یه سری شایستگی‌هایی دارن. اما همه چیز ربطی به شایستگی‌ها نداره، چون یه حوزه دیگه‌ای وجود داره که این حوزه هم در سرنوشت انسان‌ها دخیله، و اون فورتوناست. فورتونا یک الهه‌ای بوده در روم گذشته که یک اله ایزد بانوس در واقع، که سعی میکرد بخت و اقبال رو به یک شخصی اعطا بکنه، شانس رو به کسی بده. بس بر سر این بود که او چگونه این شانس و اقبال رو به افراد میده، یا همینجوری میده. در واقع فلسفه سیاسی ماکیاولی میخواد به ما بگه که نه، همونطور که بانوان از یه مردهای خاصی خوششون میاد، فورتونا هم از افراد خاصی خوشش میاد، افرادی که دارای فضیلت، و سعی میشه اون بخت و اقبال رو به اون افراد بده که دارای ویرتو یا اون مردانگی و فضیلت هستن، و این بخت و اقبال در خدمت اونها باشه. چرا این مسئله اهمیت داره؟ به این خاطر که ماکیاولی میخواد بگه فضیلت یک حاکم میتونه تا حدود زیادی بخت و اقبال و تصادف رو کنترل بکنه. اگه حاکمی فضیلت نداشته باشه، همه چیزش به شانس واگذار میشه، به بخت و اقبال واگذار میشه. اما اگر حاکمی یا مردی صاحب فضیلت باشه، میتونه درصد شانس رو کم کنه، درصد بخت و اقبال نامناسب رو کم کنه. هدف او اینه که نشان بده شهریار خوب، حاکم خوب چطور میتونه با داشتن فضیلت یک جامعه خوب بسازه، حکومت خوب داشته باشه، حکومت پردوام داشته باشه. حالا الزاماً از منظر ماکیاولی ویرتو یا فضیلت به معنای اخلاقیش نیست. یعنی نباید فکر کنید که منظور او از فضیلت اینه که انسان اخلاق مداری باشه. نه، اخلاقی که او داره صحبت می‌کنه اخلاق سیاسی است، که شاید برخی از مخاطبان بگن خب این چه معنایی داره؟ به این معناست که او معتقد حاکم باید ویژگی‌هایی داشته باشه که در صدد قدرتی که او میخواد برای نفع عمومی جامعه به کار ببره به کارش بیاد. یعنی یه حاکم ممکن خیلی اخلاقی باشه، خیلی راستگو باشه، فرض اینجوری بگید، اما یه جاهایی باید نسبت به اسرار حکومتی دروغ بگی، اگر خیلی راحت یا همه حقایق رو بگی ممکنه دشمنا از اون استفاده بکنن. مثلا بگی چه نیروی نظامی داری، در کجا داری، دیدید دیگه، سوال بپرسن از یک رئیس جمهوری، آقا تعداد موشک‌های شما چقدره، تعداد هواپیماهاتون چقدره، برنامه‌های شما چه بود، بیاد همه رو بگه. بعد دیگه سوال کنه که آقا چرا برای این اسرار نظامی رو گفتی؟ میگه خب چون آخه نمیشه دروغ گفت، من اخلاقیم، نمیتونم دروغ بگم. نه، ماکیاولی صحبتش اینه که اصلا این حوزه اخلاقی که ما فکر می‌کنیم با اون اخلاقی که در امر سیاسی، یعنی باید و نبایدهایی که در امر سیاسی داریم، خیلی فرق می‌کنه. بنابراین حاکمی که در امر سیاسی صاحب فضیلته
الزاماً به این معنا نیست که اون شهروند اخلاقی است. یعنی میخوام اینا رو تفکیک کنیم، فکر نکنیم که این چون واژه ماکیاولیسم خیلی معروف شده و اونهایی که من نگاهشون نگاه اخلاقی است میگن بابا این چه حرفایی که این آقا میزنه که اصلا غیر اخلاقی است. درسته از منظر اخلاق اجتماعی غیر اخلاقی است، اما از منظر اخلاق سیاسی داستان دیگری است. کما اینکه ما اخلاق همه جانبه و فراگیر نداریم. شما ممکنه کسی رو دوست دارید، اومده به خانه شما، یکی از قطعات گران قیمت خانه شما رو خسارت زد، تلویزیون شما رو شکست، حالا بگیم 3 میلیون 4 میلیون، شما گذشت میکنی مثلا هیچ کاری هم نداری، بگی فدای سرت. اما آیا اگر یک نفر در بیرون یه غریبه ای هم بیاد 5000 تومان به شما خسارت بزنه، ممکنه گذشت نکنی، به شکایت کنی، دیگه نمیگی فدای سرت، حالا مال منو شکستی یا بردی، دیگه شما نمیتونید برگردید بگید چرا اونجا بخشیدی اینجا نبخشیدی. تو داستان متفاوته. شما زمانی عاشق یک خانومی هستید، حاضرید براش جان بدید، اما اگر در خیابان ممکنه یک انسانی به تنهی به شما بزنه ازش شکایت بکنید. یعنی مقصود اینه که ما قاعده اخلاقی نداریم که در همه زمانها چگونه باید رفتار بکنیم. قواعد کلی داریم، بله درسته، قواعد مبنایی داریم. ما مسئله بر سر اینه که حوزه ها کاری با هم متفاوتن. حوزه سیاسی مسائل خاص خودش رو داره. ماکیاولی صحبتش بر سر اینه که فضیلتی که یک حاکم داره سبب میشه که دیگه دایره بخت و اقبال و تصادف به حداقل برسه، یعنی بتونه فورتونا رو هم در اختیار خودش بگیره، و همه اینا برای اینه که یک جامعه خوب داشته باشه، حکومت خوب داشته باشه. اما در اندیشه ماکیاولی علل یک حکومت بد چیا میتونه باشه؟ اولیشو که گفتیم، یعنی جایی که حیطه بخت و اقبال بر حیطه فضیلت برتریده. یعنی شما اگر حاکمی دارید که به فضیلتهای خودش متکی نیست، دنبال شانس و اقباله، آقا روسیه به چی میگه، امریکا چی میگه، گوش به فرمان اینا هستم، اگر اونا به من کمک بکنن اینگونه میشه، اگر فلانی منو بخواد من میمونم، خب یعنی چیزی در اختیار من نیست، همه چیز تصادفی است، بخت و اقبالی است، این حکومت حکومت متزلزل است. دومین ویژگی انعطاف ناپذیری است. یعنی ماکیاولی میگه که یک انسانی که صاحب فضیلته باید منعطف باشه. یعنی ممکنه شما یه ویژگی دارید و ایشون نام همت رو میبره، مثلا یولیوس دوم رو نام میبره، سزار بورژیا رو نام میبره، ماکسیمیلیان رو نام میبره، میگه اینا کسانی بودن که در برآمدن قدرت، مثلا اگر یک شخصی مردد بود تا آخر مردده، اگر یکی سنگ دل بود و با سنگ دلی تونست قدرت رو بگیره، حالا که صاحب قدرته همون سنگ دلی رو ادامه میده. ماکیاولی میگه این خطاست. شاید روزگاری نیازه که شما برای اتحاد در کشور از زور استفاده کنی. مثلا شما رضا شاه رو در نظر بگیرید، یک جایی ممکنه قاطعیت به کارت بیاد، یعنی بتونی کسانی که مخالف هستند و دارن در کشور حالا به نوعی اغتشاش میکنن، آشوب میکنن، اونها رو بر سر جا بنشونی. اما گویا ما با مردم هم باید همین گونه رفتار کرد؟ ماکیاولی میگه نه، اون چیزی که برای تثبیت قدرتت به کار رفت شاید برای دوام قدرتت به کار نیاد. یعنی اگر شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقی‌خان پسیان و نمیدونم شیخ خزعل و اینها رو با زور سرنگون کردی، الزاما به این معنا نیست که همون زور برای مردم هم جواب میده. نه، اینجا باید انعطاف داشته باشی. حالا ماکیاولی از کی یاد میگیره؟ میگه در همونجا حاکمانی هستن، مثلا کاردینال سودرینی یکی از اونهاست، پتروچی یکی از اونهاست. میگه راز موفقیت اینها این بود که خودشون رو با زمان هماهنگ میکردن، نه زمان رو با خودشون.
چون شما نمیتونی زمان رو با خودت هماهنگ کنی. ما خودت باید با زمان هماهنگ باشی. اقتضای امروز جامعه من چیه؟ یک حاکم قدرتمند این رو باید تشخیص بده که مقتضیات عصر من خیلی متفاوته با اون زمان گذشته. ما هنوز هم داریم نگاه میکنیم مثلا نادرشاه چطور رفتار کرد، ما هم همون گونه رفتار کنیم. آقا نادرشاه زمان گذشته چه ربطی به الان داره؟ امروز اصلا مناسبات جامعه فرق کرد. همین خطا رو شما در سیاستمداران جمهوری اسلامی میبینید. اینایی که دنبال حکومت عدل علی هستن یارشون رفته، اون حکومت عدل علی امروز اجرا نمیشه، چون اون عدل امروز کاملا ظلمه. در جامعه علوی زنان اعتراض نداشتن که حتی نیمی از مرد باشن، محل توجه نباشن و روی منبر دیگران بر علیه اونا حرف بزنن، ولی امروز اینطوری نیست. خیلی از حکومت‌های ایدئولوژیک این خطا رو دارن چون انعطاف پذیر نیستن، میخوان جامعه رو برگردونن به دوران گذشته و این خطا است، نشدنیه. نکته دیگری که ماکیاولی میگه عدم ویرتو در ساختار هاست، با کلمه اردینی استفاده میکنه، میگه همین فضیلتی که یک انسان داره که باعث میشه جلوی بخت و اقبال رو بگیره و اونها رو به تصرف خودش در بیاره، در مورد ساختارها هم هست. همین دلیلی که ماکیاولی کلمه ویرتو رو نه تنها برای یک انسان بلکه برای ساختارهای متعدد هم به کار میبره. مثلا قانون، ماکیاولی معتقد قانون باید داره فضیلت باشه، شایستگی باشه، توانایی باشه. شما الان احکام اسلامی داره ویرتوه؟ نه، چون شایستگی نداره امروز جامعه رو اداره بکنه، توانایی فصل خصومت نداره، خودش خصومتزاست. احکام شریعت چرا ما داریم پسش میزنیم؟ چون مناسب امروز نیست، منعطف با امروز نیست. تمام بحث ما در این که دین باید بره عقب، برای اینکه اینها محصولات افکار انسان‌های 1400 سال پیشن که مناسبات جامعه اونها اصلا مناسب امروز نیست. یعنی ویرتو ندارن. پس قانونی که ماکیاولی میگه باید داره ویرتو باشه، این قانونی است که بتونه جامعه رو هدایت بکنه با توانایی، با شایستگی، با لیاقت، با دادگری، با عدالت. ساختارها از نظر ماکیاولی ساختارها هم باید ویرتو داشته باشن. اگر ویرتو نداشته باشن داره فساد میشن. شما ساختارهای جامعه ما رو نگاه بکنید، کدومشون داره فضیلت هم؟ شما در قوه قضاییه ما فضیلت میبینید؟ تنها چیزی که نداره فضیلتی است که مبتنی بر قانون درست و انسانی باشه. شما در قوه مجریه ما فضیلت میبینید؟ در دولت مردان ما فضیلت میبینید؟ همشون عمله های ولی فقیه هست. در مجلس ما شما فضیلت میبینید؟ نمایندگان مجلسی که شما میبینید نصاب فضیلت هست. این ساختارها وقتی فضیلت ندارن، طبق دیدگاه ماکیاولی رو فساد بیرون میاد. ارتش یکی از دیدگاه هاییست که ماکیاولی داره، یعنی ارتش ملی. ماکیاولی به شدت مخالف با ارتش مزدوران بود، چون اون زمان بود حاکمانی که از سرزمین های دیگه افرادی رو جذب میکردن، پول میدادن. الان هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه، هشت و شعبی و فاطمیون و زینبیون و حزب الله و گروه های دیگه میسازن. اینا مزدورن، مزد میدی اینا برات کار میکنن، مزدورن در واقع، میگی مزدور. ماکیاولی نگاه کرد که انحطاط ایتالیای اون زمان، فلورانس اون زمان، حاصل همین لشکر مزدورانه که با پول بیشتر خیانت میکنن، میرن، تعهدی ندارن، ارتش ملی نیست. همین دلیل ماکیاولی میگه وقتی ارتش ملی نیست خب فاسد میشه، رهبرانش فقط دنبال پولن، دنبال درآمدن، کارگزارانش تعهدی ندارن به اون سیستم، و در نتیجه این عدم ویرتو سبب میشه که شما ساختارهای یک
نظم جامعه رو به بخت و اقبال بسپرید، شانس بیاریم اگر کشوری به ما حمله نکنه، وگرنه ارتش قادر به دفاع نیست. شانسی بیاریم که در زمینهای مختلف اقتصادی کسی وارد حیطه ما نشه، وگرنه قدرت دفاع از اون طرح و برنامه‌مون رو نداریم. دیگر فضیلت مراجعه به خیر عمومی است. یعنی ماکیاولی میگه هیچ شهر با عظمت ساخته نمیشه مگر خیر عمومی در رأس قرار بگیره. اگر خیر فردی یا فرقه‌ای در اون قدرت داشته باشه، خیر عمومی نداره. و وقتی مردم ببینن خیر عمومی نیست، خب طبیعیه به دنبال این هستن که این حکومت بد رو ساقط کنن. پس نبود منفعت عمومی باز هم حیطه بخت و اقبال یا اون فورتونا رو گسترش میده و ویرتو رو به حداقل میرسونه. ویژگی دیگری که نام میبره یعنی در واقع ساختارها و ارتش به شکل بسیار طولانی مدتی در اختیار یک شخص باشه. میگه این وابستگی سبب انحطاط میشه، چون اگه اون نباشه تمامه، از بین میره. و ما داشتیم در گذشته ارتشی که متکی به شاه بود، وقتی ایشان رفت تمام شد. اینا خطرات بزرگه. دیگری ارجحیت ویرتوی جمع بر شخص. یکی برای تعبیر جالبی داره، میگه شما فرض کنید ما یک حاکمی داریم صاحب خیلی از فضیلت هاست، او باید فضیلت خودش رو در نهادسازی پیاده بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی اون شخص مرد، فضیلت جامعه با مردن او از بین نره، بلکه در ساختارهایی که او ایجاد میکنه بمونه. همین دلیلی که ماکیاولی معتقده بهترین سیاستمداران و حکمرانان کسانی بودند که برای بعد از خودشون ساختارهای قدرتمند ساختن، نه اینکه خودشون قدرتمند بودن. نه، مشکل عمده ما هم الان در فهم مسائل سیاسی همینه. ما یه آقایی رو مثلا خیلی خوب میدونیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم بعد از رفتن او اصلا جامعه منحط شد. من بارها مثال زدم شاه عباس رو، نادر شاه رو، این آدم های بزرگی بودن از نظر ما. اما شما برید نگاه بکنید بعد از شاه عباس چه شد؟ سلسله صفویه رو به اضمحلال رفت. چرا؟ چون ساختارهایی که او بنا نهاد متکی به خودش بود، برای آینده نبود. نادرشاه هم همینطور. اما ماکیاولی برعکسش رو میگه، میگه ساختار در واقع اون ویرتوی اصلی زمانی که یک حاکمی که صاحب این ویرتو هست بتونه این فضیلت خودش رو برای بعد از خودش هم یادگار بذاره در ایجاد نهادها و ساختارهای قدرتمند، که اینا بسیار اهمیت داره در دوام کشور. خب با توجه به وقت ما تمام شد، یه 5-6 مورد دیگر هم هست که به ذهنم آمد از ماکیاولی ذکر بکنم، ولی میذاریم برای جلسه آینده. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جام شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در